Welcome to Barber Paz. خب دوستان عزیز، برای این تحچین گوشت با بادنجون من یک کیلو گوشت روم دارم. ببینید استخونش رو همه چیش رو جدا کردم. این رو الان بایستی مارینیتش کنم که مزه خیلی خوبی بگیره. البته ادویه تماما بستگی به نظر خود شما داره، هر کس هر چی که بخواد میتونه بریزه. حالا من این چیزایی که میریزم بهتون نشون میدم. یک قاشق چایخوری زردچوبه، این دارچین هست، تقریبا وزنشون همش یک اندازه هست. این پودر سیر هست، این پودر کاری هست، این پودر فلفل سفید هست و این مقدار هم نمک. من دوست دارم توی این یک کمی زیره سبز بریزم، اینقدر زیره سبز، یک کمی آب لیمو و در نهایت یک کمی روغن زیتون. زیاد نمیریزم. حالا این رو ماساژش میدم و میذارم یه کنار بمونه تا من پیاز و سیر رو خرد کنم. پیاز رو به این ابعاد خرد کردم، این دوتا سیر رو هم خیلی کوچیک خردش میکنم. بعد یه کمی که اینا رو سرخ کردم، گوشت رو هم توش یه کمی تفت میدم و بعدش با یه کمی آب میذارم که این پخته بشه. توجه کنید دوستان، پیاز به اضافه سیر و گوشتی که مارینه شده بود سرخ شد، الان هیچ آبی نداره. الان یه کمی من آب میزنم روش، ولی سعی میکنم آب کم باشه به خاطر اینکه بیش از یک لیوان آب نبایستی داشته باشه. توجه کنید دیگه چقدر آب هست، تقریبا دو تا لیوان خیلی کمتر آب رو ریختم روی این و الان با درجه متوسط میذارم تا این بپزه. خب الان مایه تحچین رو درست میکنم. بعضیا زرده تخم مرغ استفاده میکنن، ولی من هم زرده هم سفیده رو اما دوتا استفاده میکنم. زعفران رو گذاشتم خیس خورده. یک دو سه چهار پنج تا قاشق چای خوری میریزم تا ببینم بعدش چی میشه. الان این به هم میزنم، بعد بهش ماس اضافه میکنم. حالا چهار پنج قاشق ماس رو اضافه میکنم بهش، بعد قشنگ به هم میزنم و بهتون نشون میدم. به این زردی در اومد. البته من دو تا قاشق دیگه زعفران بهش اضافه میکنم. البته میدونید که این غذا بیشترینش به زعفرانش هست، 3 تا. در ضمن 3 قاشق تا 4 قاشق هم روغن میریزم. 1 2 تا 3 تا نه 4 تا برنج رو آبکش کردم. ببینید زیاد نرم نیست به خاطر که نمیخوام خیلی زیاد این به هم بچسب، به خاطر همین برنج رو یه کمی زنده تر برداشتم. الان یه 2-3 تا ملاقه برنج رو میریزم داخل این مخلوط و میکنم ببینم چجوری هست. 3 ملاقه از برنج ریختم، الان یه کمی شل هست، یه ملاقه دیگه بهش اضافه میکنم و مخلوطش میکنم، چون نمیخوام که سر تا سر برنجم زرد باشه. الان ببینید این الان خیلی هم خوب هست، نه زیاد شل هست نه زیاد سفت هست. خب بریم برای مرحله بعد.
توی این قابلمه میخوام دم بزنم. اول من یک کاغذ نسوس از این کاغذ روغنی میندازم کف این که اگر احیانا بخواد بچسبه نچسبه. خب تمامش رو ریختم و به این صورت لباش رو بردم بالا. اولین کاری که انجام میدم این بادمجونا رو کنار دور تا دور قابلمه میچینم که موقع که میاد بیرون دور تا دور این بادمجونا نمایان باشه. مثل این ببینید اینجا اینجوری میذارم. بعدش وسط ها رو با گوشت پر میکنم به اضافه برنج. من گوشت ها رو ریش ریش نکردم که سالم باشه چون که مجلسی تر هست. الان گوشت ها رو میچینم بعد بهتون نشون بدم. چیدمان رو توجه کنید که اینا رو گذاشتم کنار این بادنجونا که حسابی بتونه جلوی بادنجون رو بگیری که نیفته. حالا برنج سفید می‌ریزم روش. فراموش کردم بگم که الان بهترین و خوشمزه ترین چیزی که این رو خیلی خوشمزه می‌کنه این پیاز داغ آماده شده، سرخ شده. این دیگه اصلا مزه این رو 100 برابر خوشمزه تر می‌کنه. ته گوشتم یه مقداری آب مونده بود. این رو من الان می‌ریزم اینجا. سه تا قاشق باز دوباره زعفرانم بهش اضافه می‌کنم. این مخلوط بلزده خیلی بالاست. یه کمی آب جوش. این در واقعیت همون آب و روغنی هست که میدم روی برنج. البته من لبه برنج رو الان یه کمی فشار میدم اینجا رو که این یه کمی هم منسجم بشه موقع کشیدنش راحت باشه. این آب رو بیشتر از این گوشه ها میدم تا سریعا برسه به ته قابلمه که خوشمزه ترش بکنه. خب توجه کنید که الان به این صورت باید بذاریم دم بکشه. تقریبا یه 10 دقیقه درجه حرارت بالا که یه کم بخار که پیچید. بعدش رو درجه حرارت متوسط رو به پایین حدود 30 دقیقه طول میکشه. در کل شاید 45 دقیقه تا یک ساعت طول بکشه. میتونم بگم شاهکاری از هنر آشپز. نگاه کنید این تعدیق هست. اینم بغلهاش هست. واقعا شاهکار هنر آشپزی. بینید بادنجونا خیلی قشنگ دور تو دور روش تعدیق استداش رو شنیدین. الان باید یه کمی هم دکور بندی بشه. خب دوستان این غذای خوشمزه تحچین پلوی گوشت با بادنجون تموم شد. الان وقتش هست که من ببرم یه قاچ و ببینید که به چه صورت هست. یه قاچ از اینجا بزنم بهش. یه قاچ هم از اینجا که یه دونه از بادنجون ها جز دست جز این باشه. خب حالا کفگیر بیارم. با کفگیر برش دارم. این هم طریق سرو همونجور که میبینید من با این چنگال نشون بدم. ببینید گوش رو چقدر قشنگ پخته شده. بادنجونا هم که ببینید خیلی خوشگل. در صورت امیدوارم که از این برنامه خوشت اومده باشه.
نوش جانتون.